Bismillahirrahmanirrahim. Darse ma kya simruz bahut zyada makruz tha. Taqriban recordi ki roz guzashta barton record karam dau jama barton yak misali bisyar maqbul ki mashini sabut barton kar karam. Hale me khosam ba dawam ezu kya spesh barum. Mayam imruz kya sta currency bat exchange jor lekin currency exchange matlab ish namis ki tabadulai asar می خواستم در برنامه چی جور کنم در برنامه ورد بر جور کنم از طریق ویژوال بیسیک رفتم در ویو مینو ماکرو و در کریت رفتم یک نام میتونم برش میگم اسد کریت گفتم اینو پس همورا دیلیت میکنم ما دیلیت کردم گفتم نو سب نمیکنم صحیح است خب کسای قبلی ما جور کرده بودم اونو کدش مونده اینم ریموو میکنم حالی باز اومدم در اینسرت گفتم یوزر فارم آمدم امروز میخواستم چی کنم یک تبادل اسعار یعنی یک کرنسی اکسچنج برتون جور کنم یک لیبل جور میکنی جا بگم که چی کرنسی انتر گفتم که کرنسی ایرا پاک میکنم کرنسی اکسچنج چنج خب کرنسی اکسچنج و ایرا کلیک کردم اندازی زیرم یک ذرا چی کردم فندشم بسیار سایز کلون کردم بولد باشه گفتم اینو می دیزاین باشه اوکی یه را می خواستم در رنگی کلرم خوبیش بتم برش فرن کلری جا فور کلر آمدم گفتم اینو می رنگ خوش می آن خوش کردم برش و دیجا رفتم یه را تکس الائن در سنتر بردم چی؟ تکس الائن سالا کنیم تکس الائن گفتم یه را در سنتر باشه خب از او پایین آمدم می جا یک بطن جور کدم از او کپی می کشم دیگه بطن بعدن دیگه بطن بعدن دیگه بطن صحیح است و دیگه بطن ای را کلیک کردم گفتم برادر تو باید وظیفه دلار اجرا کنی ای را کلیک کردم گفتم تو چی کو خو ای را دلار خو شیفت اف 7 اف 2 اولو ای را اسو کردم پاس یه انتر کلیک کردم نام زیر تغییر میتونم دلار دلار ایتو یه را کلیک کردم گفتم تو چی باشی یورو یه را کلیک کردم گفتم تو پوند صحیح است یه را گفتم تو چی باش تو گفتم ریال باش صحیح است و یه را گفتم تو چی وظیفه را اجرا کو گفتم کلیر آل این وظیفه را اجرا کو این طرف دیگه تکس باکس استفاده کردم یک تکس باکس خب ایره اینجا آوردم همینجا بالا بردم باز رفتم یک تکس باکس دیگه در اینجا رسم کردیم دیگه ایشم که هست در اینجا رسم کردیم ایرا یک ذره پایین آوردم و دیگه ایتو کار کردم که یک تکس باکس دیگه از طریق گرفتم صحیح شد یک دیزاین بتی دیگه مقصد ایرا نام دادم چی؟ A ایرا نام دادم B ایرا نام دادم C و ایشم نام دادم چی؟ تی خود سی دو دفعه شد ای را کلک کو دی گفتم ای خود ایجا نام نه باید نام ایجا بتم بایش ای سیست بی سی و تی صحیح شد اون نام گرفتن خب بر صورت نام گرفتن آله میخواستم وقتی که مثلا ایجا لیبل بتم یارا ای را سلک کردم گفتم چی لیبل میتونی را یرا میتونم گفتم انتر کلیک کردم گفتم اماونت یرا کلیک کردم از امو یک کپی جور میکنم اینجا آوردم دیگه کپیش کشیدم در اینجا دیگه کپیش کشیدم در اینجا اینا میره اگزا پوین آوردم خب یرا کلیک کردم گفتم تو افغانی و ایره کلیک کردم تو پاکستانی
ایرم سلیک کردم، ایرم شفت گرفتم، ایرم کنترل گرفتم، ایرم کنترل گرفتم، رفتم چی کردم در کتگری، گفتم تکس آلاین سنتر انتخاب کردم برش. خوبی طرف آمدم در فانت، فانت کلر ازیر چی کردم، یک قسم کلر انتخاب کردم برش. سایزش هم گفتم یک بولد باش خوب است، نو باش اوکی صحیح است. می خواستم وقتی که ای را کلیک کنم کدام پیسی که دیجا کلیک کردیم ای را نیشوس میکنم، کدام پیسی که مثلا دینجا دینجا نوشته کردم او دیجا به افغانی بدل شد و دیجا در پاکستانی تبدیل شد صحیح است. خب پیش از او باید تو بفهمی که مثلا دلار نیست، مثلا دلار است، ایرو است، پاوند است و ریال است. مثلا یک دلار کی است؟ مثلا چقدر پاکستانی میشه؟ اول افغانی است. چقدر افغانی میشه؟ یک دلار کی است؟ مثلا خب اول به مثلا پاکستانی فکر کو، اول یک دلار یک مثلا 85 86 کی است؟ چی میشه؟ کلار میشه و تقریبا 55 60 افغانی میشه. چی میشه؟ 60 افغانی میشه یک دلار. ایروش که است مثلا تقریبا 120 ایرو میشه و تقریبا 85 چی میشه؟ پاوند میشه او چی افغانی میشه. دگیش که است مثلا پاوند که است 125 میشه و دیجه که است مثلا تقریبا 88 چی میشه؟ افغانی میشه. ریال که است تقریبا 23 کلدار میشه و تقریبا 12.5 افغانی میشه. اینم این رخه ها رو باید تو یاد داشته باشی. پس میایم در اینجا، پس اینمی دلار رو دبل کلیک میکنم صحیح است. دلار رو دبل کلیک کردم، میگم برادر وقتی که تو ما کلیک میکنم تو چی کو ای دات اخو بی دات سی دات تکس مساوی کو ویل اف ای دات تکس ضرب ضرب. خب سل کی چی یک دفعه سی چیستا؟ سی پاکستانیست نه؟ پاکستانیستا؟ پس در اینجا خب اینجا بیا کلک کو بگیر بگی ضرب کو پاکستانی چقدر میشه؟ 86 دلار میشه. انتر. باز گفتم برای ما چی کو گفتم که بی دات تکس بگی مساوی کو ویل آف پیسی چی؟ ای دات تکس ضرب تقریبا چند کلدار میشه؟ افغانی میشه؟ یک دلار 60 گفتم رو بگی ضرب کو. مطلب از چی سال کو ما گفتیم وقتی که تو را کلیک میکنیم خانه چی را گفتم؟ خانه می بتن دلاره. در خانه سوم که است او پاکستانی است، پیسه خانه اول بگی ضربش 86 کو و در خانه بی که است او که افغانی است، پیسه امی خانه اول بگی ضرب چند کو؟ 60 کو صحیح است. شیفت اف 7 کلیک کردم، پس در اینجا اومدم گفتم اف 7 کد اجر نمیشتم میکنم، فقط اونم کد است سی دات تکس گفتم مساوی چی ویل اف ویل اف ای دات تکس ضربه. خب فقط در ضرب فرق میکنه، چون خب اولی رو تو باید ببینی که یک ایرو نیست، یک ایرو اینجا چیست؟ اینجا ایرو بود نه؟ ایرو. خب یک ایرو نیست، 120 چی میشه؟ کلدار میشه. پس در کد که رفتی رو دبل کلیک کو بگو ایرو بگی ضرب 120 کلدار کو. انتر کلیک کو، باز بگو برادر بی دات تکس نیست، خانی بی دات تکس بگی مساوی کو ویل آف چی ای دات تکس ضرب چند؟ ضربش دیجا ببین چند میشه؟ فقط 85. اینجا بگو 85. باز رفتم شفت اف 7 ای دیگه شد، گفتم اف 7 کود میکنم، اونمو گفت سی دات تکس گفتم سی دات تکس مساوی که چی ویل آف ای دات تکس سیستا ضربی ضربی چند؟ 125. 100 افغانی چند کلدار چند است؟ 125 کلدار میشه یک پاوند. باز گفتم بی دات تکس چی میشه؟ بی دات تکس مساوی کو ویل آف ای دات تکس سیستا ضرب چند؟ 88 گفتم ضرب 88. فقط شفت اف 7 ای دیگه شرفتم گفتم اف 7 گفتم سی دات تکس مساوی کو ویل آف چی؟ ویل آف ای دات تکس سیستا ضرب خب یک ایرو 23 یک ریال 23 کلدار میشه. باز گفتم بی دات تکس بگی چی کو مساوی کو ویل آف چی ویل آف ای دات تکس ای دات تکس ضرب چی او را 12.5 فقط شفت اف 7 دیگه شکل کردم اف 7 گفتم ای دات تکس مساوی کو دا چی خالی بی دات تکس مساوی کو دا چی
خالی سی ڈاٹ ٹیکس ابھی کچی کو مساوی کو بچی خالی صحیح تھا و فقط تو کار بک کہ دا خانه چندم دا خانه سی ڈاٹ ٹیکس باز بیار بری مچی بیار ایم ڈاٹ اس خوب دا خانه محمد اسلام بیا و دا خانه بی کس باز بیا چی بیا نوشته شوه که created by فقط شیفت اف 7 کلیک کو باز اف 5 کلیک کو ماشین حساب چی شد امرای ما جورج مثلا میگم که $1 است برادر $1 میگه برادر چه قمیشه میگه برادر سل کو فکس $1 تقریبا 60 افغانی میشه و 86 پاکستان میشه فکر کی ایروس یک ایرو چه قمیشه میگه 85 افغانی میشه و 120 کلدار میشه پاوند اگه باشه پاوندش میگه اینا مقام میشه ریال اگه باشه ریالش اینا مقام مثلا این نرخی معلوم است برای ما که افغانی تقریبا 12.5 میشه و پاکستانی 23 میشه اگه کلیر آل کلیک کرده created by محمد اسلام میاد دو ایجا ای چیزم نمیاد وقتی که دو ایجا باز نوشته کرد که مثلا $100 این خودش برد میاد که اینا مقام میشه ایرو اینا وقتی که کلیک میکنی پاس چه میشه پاک میشه و پس میتونه اونجا اماونت خود نشته کن بهترین مثال بود که من براتون کار کردم و تانوس فکر نکنم که کسی براتون ایرا دا مایکروسافت ورد قسم یا کرنسی اکسچنج پروژیکت کار کرده باشه خب یک ساده پروژیکت بود که من براتون چی کردم دا برنامه مایکروسافت ورد کار کردم این یک پروژیکت میم از او بعد یک پروژیکت دیگه براتون کار کنم میکنم بخیر دا ریکاردی بعدی